سلام سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قرار ادامه آموزش نحوه درآمدزایی از وبسایت آمازون سرویس مرچاندیمند رو با هم دیگه یاد بگیریم که شما خیلی راحت از طریق طراحی کردن با این سرویس میتونید به درآمد برسید. نیاز نیست که طراح باشید، طراحی کرده باشید، طراحی کردن رو بلد باشید. توی این ویدیو به شما یاد میدم که چطوری میتونید از وبسایت کانوا استفاده بکنید، طرحاتون رو ایجاد بکنید، بذارین روی ماگ، روی تیشرت یا روی هر چیز دیگه که خودتون علاقه دارین و قرار بدید توی وبسایت آمازون و بابت هر پروداکتی که به فروش میرسه شما به درآمد برسید. اگر ویدیوی قبلی رو ندیدی اول برگرد ویدیویی که لینکش رو این بالا قرار میدم نگاه بکن، چون که توی ویدیو قبلی آموزش دادم که اصلا چجوری درخواستمون رو برای همکاری توی بخش مرچاندیمند آمازون برای آمازون بفرستیم و اکانت باز بکنیم برای این بخش، و بعد برگرد و ادامه این ویدیو رو ببین. درآمدزایی باور نکردنی و فوق‌العاده آنلاین رو از طریق سوشیال مدیا مارکتینگ با گروه گلوبال و حرفه‌ای پرشین تیم شروع نکن. اگه به فکر آینده و تأمین مالی فرزندانت نیستی و نمیخوای برای اونا آینده روشن و ایمن بسازی، به پرشین تیم ملحق نشو. اگه نمیخوای با سرعت بیشتری رشد کنی و به دنیای جدید از فرصت‌ها وارد بشی، به پرشین تیم ملحق نشو. اگه دوست داری از فرصت‌های بی‌نظیر برای افزایش درآمدزایی و رسیدن به موفقیت‌های مالی محروم بمونی، به پرشین تیم ملحق نشو. اگر به سفر کردن و تجربه دنیای جدید با آزادی و راحتی فکر نمی‌کنی، به پرشین تیم ملحق نشو. اگه که نمی‌خوای با استفاده از موبایل تو، کامپیوتر شخصی، حتی بتونی توی خواب پول بسازی، اگه نمیخوای با استفاده از درآمد آنلاین زندگی بهتری برای خودت و خانوادت بسازی، به پرشین تیم ما ملحق نشو. اگر دوست داری به شغل کارمندی از ایده‌ی نوآور ادامه بدی، از فرصت‌های جدید بی‌خبر بمونی، به پرشین تیم ملحق نشو. اگه نمیخوای به کسی کمک کنی تا به استقلال مالی برسه، به پرشین تیم ملحق نشو. برای رهایی از محدودیت‌های شغلی، ساختن آینده‌ای پر از موفقیت برای خودت و فرزندانت، همین حالا به پرشین تیم ملحق شو. با پرشین تیم، یک تیم پشتته. خب توی این ویدیو قراره با همدیگه یاد بگیریم چجوری از طریق وبسایت کانوا بتونیم طرح‌های خودمون رو برای پروژه مرچاندیمند آمازون ایجاد کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم مطمئن بشو که دکمه سابسکرایب و همینطور زنگوله کنارش رو کلیک کردی تا زمانی که ویدیوهای جدید در چنل یوتیوب قرار میگیره اولین نفری باشی که از آپلود شدن ویدیوها با خبر میشی. مرچ بای آمازون یکی از بهترین وبسایت هایی هستش که شما میتونین پروداکت های پرینت آن دیمند رو توی این وبسایت قرار بدین و به فروش برسونید. ولی قبل از اینکه طرح‌های خودتون رو ایجاد بکنید، باید از فرمت و پیکسل دقیق طرح‌ها اطلاعات کافی رو به دست بیارید. با استفاده کردن از وبسایت کانوا به راحتی میتونیم طرح‌های مورد نظرمون رو با سایز و فرمت مورد نظر وبسایت آمازون ایجاد بکنیم. وبسایت کانوا سوپر ایزی ترین وبسایتیه که میتونین استفاده بکنین و طرح‌های خودتون رو توی حوزه مرچاندیمند ایجاد بکنین. علاوه بر اینکه فرمت و سایز دقیقو به شما میده، میتونین از کلی طرح و تمپلیت آماده برای منظور هم استفاده کنین. اگر دوست داشتین میتونین از لینکی که توی دیسکریپشن قرار میدم استفاده بکنین و تا یک ماه از کانوا پرو به صورت فری استفاده بکنید و طرح‌های خودتون رو از روی تمپلیت‌های آماده‌ای که توی وبسایت کانوا هست به صورت رایگان ایجاد بکنید. توی ادامه ویدیو قدم به قدم تمام مراحل رو با همدیگه پیش می‌بریم. اگر به ریسورس پیج مرچاند آمازون مراجعه بکنین، انواع اقسام تیشرت‌های مختلف رو می‌تونید پیدا بکنین که بهتون میگه اگر که بخواید همچین تیشرتی رو با طرح مورد نظرتون در وبسایت آمازون بفروشین، نیاز هستش که طرحاتون چه اندازه‌ای داشته باشه. به عنوان مثال اگر اولین تیشرتی رو که توی این تصویر می‌بینین از سمت چپ من انتخاب بکنم، 4500 پیکسل در 5400 پیکسل باید اندازه طرح هم باشه. اگر بخواید
طرحتون روی لباس دیگه قرار بگیره، پس اندازه و فرمت اون طرح هم تغییر میکنه. خب بعد از اینکه اکانتتون رو توی وبسایت کانوا ایجاد کردین، در قسمت هوم پیج تاپ رایت کورنر اون بالا روی دکمه کرییت ا دیزاین کلیک میکنیم، دراپ داون میکنیم، میایم پایین قسمت کاستوم سایز رو انتخاب میکنیم. خب حالا توی این قسمت ما میایم اندازه پیکسلی که توی ریسورس پیج مرچاندیمند آمازون پیدا کردیم تایپ میکنیم. من تیشرت اولی مد نظرمه، پس اندازه فرمت 4500 در 5400 پیکسل رو توی این قسمت قرار میدم. مطمئن شو که حتما گزینه پیکسل رو انتخاب میکنی، نه اینچ، میلیمتر یا سانتیمتر و بقیه گزینه ها رو. بعد از اینکه این اعداد رو وارد کردین، روی دکمه Create New Design کلیک میکنین. بعد از اینکه روی این دکمه کلیک کردین، یک صفحه جدید Canva Project برای شما ایجاد میشه به همون اندازه‌ای که مد نظرتونه. خب میتونین خودتون مستقیما شروع به طراحی بکنین با استفاده از تولز هایی که در سمت چپ مشاهده میکنین، و یا اینکه برید سراغ تمپلیت های آماده. خب اون بالا گزینه تمپلیت رو انتخاب میکنین و توی سرچ بار کلمه تیشرت رو تایپ میکنین. حالا میتونین تمام تمپلیت های آماده ای که مخصوص تیشرت هست و توی کانوا وجود داره رو ببینین. خب میتونید تمام اینا رو دونه به دونه نگاه بکنین و هر کدومش که مورد نظر خودتونه انتخاب بکنین. کانوا یه سری تمپلیت های رایگان داره، ولی اگر بخواین از تمام تمپلیت ها استفاده بکنید، باید اکانت کانوا رو به پرو ارتقا بدین. همونطور که گفتم، اگر اکانت کانواتون رو به پرو ارتقا بدید، میتونید تا 30 روز به صورت رایگان از تمام تمپلیت های موجود در وبسایت کانوا استفاده بکنید. خب من از این تمپلیت بچلر پارتی خیلی خوشم میاد و سعی میکنم از همین استفاده کنم، یه سری تغییرات روش بدم و طرحمو ایجاد کنم. میتونم قسمت تکست رو تغییر بدم، هر چیزی که هر نوشته‌ای که دوست داشته باشم در این قسمت قرار بدم، اندازش رو تغییر بدم، رنگش رو تغییر بدم و یا المنت های جدیدتری به این طرح اضافه بکنم. خب من رو گزینه element کلیک میکنم و در قسمت search bar گزینه designer رو تایپ میکنم. اگر بخوام طرحم رو به professional designer تغییر بدم، توی قسمت element ها گزینه designer رو search میکنم و هر کدوم از طرحی که خوشم بیاد رو به جای عکس این دوتا لیوان قرار میدم. بعد از اینکه طرحتون رو ایجاد کردین، خیلی راحت دکمه دانلود رو کلیک کنین. یه پنجره که برای شما باز میشه، مطمئن بشین که گزینه PNG انتخاب شده و همینطور سایز رو چک بکنید که دقیقا مطابق با همون سایز و فرمتی باشه که برای طرحهای مرچاندیمند بهش نیاز داریم. ولی یکی از گزینه های بسیار بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشین، اینه که قسمت Transparent Background رو انتخاب بکنیم. دکمه دانلود رو کلیک میکنیم و طرحی که ایجاد کردیم روی کامپیوترمون سیو میشه. یه چند ثانیه ای طول میکشه تا پروسس انجام بشه و تصویری که ایجاد کردیم دانلود بشه. خب این طرح روی کامپیوتر من سیو شده که میتونم ازش استفاده بکنم برای پروژه مرچاندیمند. بک‌گراند تر هم ترانسپرنته و سایزش دقیقا همون سایزی که میخوام، پس آماده است برای اینکه ببرمش توی وبسایت آمازون. خب توی ویدیوی قبلی در مورد اینکه چجوری اکانت مرچاندیمند رو ایجاد بکنین کامل و قدم به قدم اطلاعاتی رو باتون شیر کردم. حالا باید برین توی اکانتتون و روی گزینه کرییت کلیک بکنین. خب تمام طرح‌ها رو به ما نشون میده و من میام دکمه Select Product رو انتخاب میکنم. سایز طرح من به استاندارد تیشرت، پریمیوم تیشرت، وی نک تیشرت، تانک تاپ تیشرت، لانگ سلیو تیشرت، رگلن تیشرت و سویشرت میخوره. پس من این گزینه‌ها رو چک مارک میکنم. بعد از اینکه این گزینه‌ها رو سلکت کردم، روی دکمه Continue کلیک میکنم. خب بیاین بریم طرحی که توی وبسایت کانوا ایجاد کردیم رو روی این تیشرت ها پیاده بکنیم. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که روی پنجره Upload Artwork کلیک بکنیم و اون طرحی که در کامپیوتر سیو کردیم رو آپلود بکنیم. واو! روی تمام این تیشرت ها و لباسات طرحی که ایجاد کردم رو داره نمایش میده.
حالا میتونید هر کدوم از این تیشرت ها رو ایجاد بکنین و گزینه هایی که داره رو مثل رنگ لباس تغییر بدین و ببینین که به چه شکلی در میاد. وقتی که ادیت کردن پروداکتتون تموم میشه، خب حالا میتونین برین روی هر کدوم از این تیشرت ها کلیک بکنین، قیمت و رنگ لباس رو مشخص کنین. وقتی که اولین بخش ادیت پروداکت تموم شد، میتونین اسکرول داون کنین، بیاین قسمت پروداکت دیتیلز، بقیه بخشا رو تکمیل بکنین. میتونین یک اسم مخصوصی برای اون دیزاینی که ایجاد کردین در نظر بگیرین که این اسم باید 80 تا کاراکتر داشته باشه و خلاصه که میتونید توی این قسمت در مورد طرحی که ایجاد کردین و منظور از طرحتون یه سری توضیحات اضافه در نظر بگیرین. خب بعد از اینکه این قسمت هم تکمیل کردین، حتما باید گزینه سرچبل رو کلیک بکنین. تا زمانی که کسی سرچ میکنه در سایت آمازون، طرحی که شما ایجاد کردین هم در معرض دیدش قرار بگیره. بعد از اون به راحتی رو دکمه پابلش کلیک بکنین. پنجره دومی باز میشه که باید پروداکتی که ایجاد کردین رو کانفرم بکنین. اگر روی گزینه ویو منیج پیج کلیک بکنین، استاتوس نیو پروداکتی که ایجاد کردین رو میتونید ببینید که تو چه حالتیه، آندر ریویو یا به این پروسس تغییر پیدا کرده. 15 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه که آمازون پروداکت جدیدی که شما ایجاد کردین رو ریویو بکنه. وقتی که اپروف میشه، میتونید برگردین توی قسمت استاتوس و میبینین که به گزینه لایف تغییر پیدا کرده و قابل سرچه. اگر کسی طرحی که شما ایجاد کردین رو در وبسایت آمازون سرچ بکنه، وبسایت آمازون طرح شما رو در معرض دیدش قرار میده. خب تبریک، اولین طرحتون رو ایجاد کردین روی وبسایت آمازون، روی کالاهایی که از قبل توی وبسایت آمازون وجود داره و متعلق به خود وبسایت آمازون قرار گرفت. شما اصلا نیاز نیست که درگیر خرید اون کالا و قرار دادن و لیست کردنش توی وبسایت آمازون باشین، اصلا نیازی نیست که این کالاها رو انبارداریش رو به عهده بگیرین. همه این کارها به صورت اتوماتیکلی و از طریق وبسایت آمازون انجام میشه. و زمانی که کسی پروداکت رو خریداری بکنه، از اون طرح شما خوشش بیاد و پروداکت رو خریداری بکنه، بخشی از اون درآمد حاصل از فروش به شما تعلق میگیره. میتونید به مناسبت‌های مختلف طرح‌های رو ایجاد بکنین، مناسبت‌های مثل کریسمس، مثل هالووین، سال نو میلادی. طرح‌هایی رو با موضوعات خاص ایجاد بکنین و توی وبسایت آمازون قرار بدین و بذارین برای فروش. و یه کار دیگه که خیلی به شما کمک میکنه که اون طرح شما بیشتر به فروش برسه، اینه که به سمت فروش کالایی که شما طراحیش رو انجام دادین ترافیک بفرستین. میتونین لینک اون پروداکت رو برای دوست آشنا بفرستین یا تو گروه‌های مختلف قرار بدین تا افراد ترغیب بشن برای خرید. و هر چقدر که طرحتون خلاقانه تر باشه، شانستون برای اینکه از اون طرح بیشتر فروش بره و شما درآمد بیشتری داشته باشین افزایش پیدا میکنه. بحث سیستم درآمدزایی پرینت آن دیمند اینجا تموم نمیشه. سایر پلتفرما رو هم حتما آموزش میدم و چیزایی که فکر میکنم به خودم کمک کرده تا فروش بالاتری توی این سرویس داشته باشم و حتما توی ویدیوهای بعدی با شما شیر میکنم. ویدیوهای بعدی رو حتما دنبال بکنین و مرسی که تا آخر همراه بودین. فعلا خدافظ.